با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 7 مارچ سال 2016. در روزهای دوشنبه 1 ساعت و نیم خدمت شما هست و عرض کنم که محور صحبت ما در این سالها بیش از 10-12 سالی است، در واقع سخن به وجه استدلالی گفتن و در کار عقل رو به کار بردن و از مغلطه دور ایستادن. اگر ما تفکر عقلی می داشتیم به عنوان مثال، باور نمی کردیم که عکس خمینی در کره ما هست، یا اینکه نفت را مجانی می کنیم و عرض کنم که برق را مجانی میکنیم. یکی از ما فکر نکرد که آقا مگه چیز مجانی هم وجود دارد؟ چه چیزی مجانی است؟ ما گمان میکنیم که وقتی مینشینیم کنار مسجد و رو به آفتاب و ماشاءالله خودمون گرم میکنیم و اونجا راجع به روضه کربلا و حبیب ابن مظاهر اینا صحبت میکنیم، این گرمای خورشید مجانی است، داریم مجانی استفاده میکنیم. اما هیچی مجانی نیست دوستان. اگر قرار بود این خورشید برای ما صورت حساب بفرستد برای گرمایی که به ما میدهد، ما قادر نبودیم پرداخت کنیم. این بیچاره، این خورشید 4 بیلیون سال هست، ثانیه 600 بیلیون تن داره هیدروژن میسوزاند که من و شما بنشینیم کنار مسجد مهمل بگوییم. اگر تفکر عقلی داشتیم و تفاوت خوب و بد رو میشناختیم، به این چاه نمی افتادیم. به محض یک گفت نفت را مجانی می کنیم، می گفتیم آها، هازا دروغگو، هازا کلاهبردار. ولی به چاه افتادیم؟ چون چیز مجانی ما دوست داریم، عاشق چیز مجانی هستیم. در دنیا، در طول تاریخ، در جامعه بشری چیز مجانی کسی به کسی نداده، چون میسر نیست مجانی. باری این هست که مهمترین بحث برای ما امروز در واقع تفکر عقلی است و تحلیل قضایا و زبان و دهان رو از سخنان لاطائل و بیمعنی پاک کردن. تا ما نتوانیم این کار رو بکنیم میسر نیست. تاریخ نویس قدیم به عنوان مثال برمی‌داشت، می‌خواست تاریخ نویسی بکند، از یافس شروع می‌کرد، یافس ابن نوح، از نوح شروع می‌کرد و یافس تا برسد به نمی‌دونم اون داستان نمی‌دونم یونس در دهان ماهی و غیره و ذالک و عصا مار شد و نمچی شد و فلان، هر کدوم یه اسمش گذاشته بود تاریخ نویسی. تا قرن 17 هم همینطور بوده، مورخان ما هم همین کار رو می‌کردن. در واقع هر تاریخی رو شما بردارید شروع میکند از همون در واقع همون روایت تورات که خدا گفت نور باشد و نور شد، دید نور خوب است، نور را آفرید، از اینجور صحبت ها. این تاریخ میدانست شروع میکرد و از همینجور صحبت ها میگفت تا میرسید به پادشاه حاضر، تاریخش رو میبست کرد که تاریخ نویسی کرد. امروز در واقع این تاریخ نویسی محسوب نیست. به محضی که شما یک عبارتی صادر کنید که مغالطه آمیز باشد، اهل فن یقه شما رو میگیرم. باری این بحث خیلی خیلی بحث مهمی است. ما در ابتدای برنامه ها سال هاست برای شما حافظ بخونیم. یک دوست بسیار بسیار ارجمند و محترم به من فرمودن که آقا به محض اینکه شما این حافظ رو باز میکنید من برنامه رو میبندم. آقا چه معنی داره شما حافظ میخوانید؟ مگر که فرید زکریا حافظ میخواند یا شعر میخواند؟ میخوام خدمت شما عرض کنم که یک وقتی مخلص در هندوستان بودن و عرض کنم که ولایت علی خان یه همچی اسمی داره، یکی از استادان بزرگ سیتار در هندوستان هست، آمده بود، ما هم رفتیم، تعداد جمعیتی بود و ولایت خانم آمد نشست اونجا با سیتار، یک
پسری هم تبل باش میزد، تبله میگویند در واقع. موسیقی هند دو نوع تبل داره، دو نوع ضرب داره، نر و ماده است، یکی زیر میخونه یکی بم، و طریقه نواختنش هم با ضرب ما فرق. این آقای ولایت خان نشست هیچی نمیزد، فقط صدای ساز بود که میآمد، مثل اینکه سازشو کوک میکرد. حدود 20 دقیقه هیچ ملودی ما نشنیدیم، اما در پایان این 20 دقیقه فضاسازی شده بود و توجه همه به موسیقی جلب شده بود، گویی یک رشته معنوی همه رو به هم متصل کرده بود، آماده شنیدن بودن. ناگهان ولایت خان شروع کرد اون ملودی های زیبا رو و استادانه رو نواختن. این یک دلیلش هست، چون این حافظ ما رو به هم متصل می کند به لحاظ معنوی، فکری، به لحاظ عواطف انسانی که در همه ما هست، و حافظ بزرگترین بیانگران این عواطف هست. و عرض کنم که هزار و یک مسئله هنری دیگر که در غزلهای او نهفته است. دوم آنکه این دیوان حافظ پرفروشترین کتاب تاریخ ایران بوده، از زمانی که صنعت چاپ وارد ایران شده کتاب حافظ پرفروشترین کتاب ها بوده، در همه منازل هست، اما خواندنش مشکله. در واقع عرض شود که کم دیدم که یک کسی کتاب حافظ رو باز بکنه و غزلها رو صحیح بخونه. این است که برای یک نوع ایجاد اون فضا، و هم به خاطر اینکه بدانیم حافظ چگونه خوانده می شود، ما سخن رو با کلام حافظ شروع می کنیم. کسانی هستند که نام نمیبرم که هنگام این برنامه حدود 15 تا 20 نفر از نوجوانان رو در منزل خودشون جمع میکنن که بیاین و فقط این غزلهای حافظ رو بشنوند و بقیه مطالب در ایران. اجازه بفرمایید پس ما طبق معمول با اجازه اون دوست فرزانه محترم عرض کنم که حافظ رو باز بکنیم و یک غزل از حافظ بخوانیم. بله خیلی خوب. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصهش دراز کنید. این غزل رو فکر کنم حدود یک ماه دوم یا دو ماه پیش خوندم، باز شد آورد. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و ان یکا بخوانید و در فراز کنید. در فراز کنید یعنی در رو ببندید، در فراز کردن. شاید این فراز کردن از اونجایی آمده است، حدس میزنم، که درهای قدیم دروازه ها از پایین کشیده میشد به بالا، بعد با زنجیر بسته میشد، در فراز میشد، ولی خب در منزل به گونه دیگر است. ولی در فراز کردن یعنی در بسته. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. نخست موعظه پیر می فروش این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. هر اون کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کن. یعنی کسی که عاشق نیست مرده است. حالا در طول تاریخ تصوف اینها، چون بر عشق تکیه بسیار هست، تشبیهات و تمثیلات بسیار هست، گفتن عرض کنم که
یک قطبی بر منبر رفته بود و سخن از عشق می کرد و اینها، یک کشاورزم اومد یهو گفت آقا ما خرمون گم شده، شما اعلام کنید اینجا یک کسی خری غریبه ای آمده در منزل، من خبر کنم. گفت بسیار، بشین خرت پیدا میکنه. بعد گفت بعد از این که مبالغی سخن در باب عشق گفت، گفت آیا کسی در میان شما هست که عاشق نشده باشد؟ یه کسی بلند شد گفت آی کسی که خرتو گم کردی، خرتو من پیدا کردم، همین آقاست. اینو یکی از در دیوان یکی از بزرگان خواندم، یادم نیست عطار بود مولانا بود، یکی از بزرگان بود. باری هر اون کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتواهی من نماز کنی، وگر طلب کند انعامی از شما حافظ، حوالتش به لب یار دلنواز کنی. این غزل بسیار بسیار مشهور هست. خب روز 8 مارچ روز بین المللی زنان هست، برای ابراز عشق و احترام و محبت و قدردانی از زنان، روز 8 مارچ چنین روزی است که البته روز مادر هم در همین طول موج هست، روز والانتاین هم که روز عاشقان هست باز رب پیدا می کند. اما این عرض می کنم که روز 8 مارچ یک تاریخ سیاسی دارد. زنان رو در مسیحیت مثل اسلام عزیز از مرد کمتر می دانستند و این قصه ها از همون کتاب آسمانی برخواسته. کتاب آسمانی که هیچ کتابی آسمانی نیست و از آسمان چیزی جز این درست کنم که میدیورایتس به قول معروف نمیاد پایین، این سنگ های آسمانی قطعات یخ، حالا برف و باران هم من گفتم، اما برف و باران هم در حقیقت از آسمان نمیاد، از خود زمینه. اینها شبت که اونجا اولین گناه رو به گردن زن میاندازه که مرد رو فریب داد که اون میوه ممنوعه رو خورد و بعد خداوند آمد و انسان رو با زنش تبعید کرد به این کره خاکی، به این خاکدان، به این خاکدان که ما بایستی خرابش کنیم، اگر خراب هست آبادش نکنیم و چنین و چنان. بنابراین هر گرفتاری میشد از کنم گناهش به گردن زن میانداختند و اون رو یعنی جنس مادر رو کمتر از آدم حساب میکردند. در دنیای مسیحیت، در دین اسلام هم که خب در واقع یک سرقتی است از اون دو دین، اونم به همین وجه، لازم نیست من تکرار کنم، زن داره عقل نیست، شهادت دو زن برابر یک مرد است و توجه نکردند که اساسا چنین چیزی خلاف طبیعته، خلاف طبیعته. باری در اروپا هم به همین وضع بود، بارها عرض کردم در دوره ویچ هانت، ویچ هانت یعنی شکار جادوگر، زنان رو میکشتن بابت اون طاعونی که آمده بود، 500 هزار زن بکشتن، به مدرسه راه نمیدادن. همون گونه که در اسلام زن نمیتواند پیش نماز بایستد، در مسیحیت هم زن نمیتواند که از کنند که پیشوای دینی باشد. فکر میکنم هنوز هم همونطور هست، البته ما دو شعبه مهم داریم، کاتولیک ها هستن و پروتستان ها. پروتستان ها دنیا رو نجات دادن، بله، آدم های مثل از کنم لوتر و کلوین، اینها پروتستانیسم رو به وجود آوردن. داستانش خیلی مفصل هست که من واردش نمیشم. و در اروپا هم اوضاع بدین گونه بود. ما در واقع نخستین کسی که توجه جهان رو جلب کرد و این مغالطه رو در واقع باطل ساخت، خانم ماری کوری بوده. ماری کوری اهل لهستان بود،
آمده بود در پاریس با آقای پیر کوری ازدواج کرده بودند. ماری کوری نخستین کسی است که به سوربن رفته، نخستین کسی است که در اونجا دکترا گرفته و نخستین زنی است که جایزه نوبل گرفته و نخستین شخص و نخستین زنی است که دو جایزه نوبل گرفته و نخستین زنی است که دخترش هم جایزه نوبل گرفته. و کوری در ردیف بزرگترین دانشمندان تاریخ به حساب است. و وقتی کوری پیدا شد، این اروپاییان به فکر افتادن که نه بابا، پس این زنم داره عقل هست، اما حقوق انسانیش البته رعایت نمیشد. حالا در باب کوری صحبت کردم، ماری کوری روی فلزات رادیواکتیو کار میکرد و از در واقع سنگ اورانیوم، جز خود اورانیوم که البته قبلا کشف شده بود توسط مارتین کلاپورت فیزیکدان آلمانی، اما آمد و دید تشعشع سنگ اورانیوم از اورانیوم خالص بیشتر هست، دو عنصر رادیواکتیو مهم کشف کرد که رادیوم و پولونیوم باشد. و در واقع این یک کار بسیار بسیار مشکلی بوده با نبود وسایل در همین دانشگاه سوربن. و خاطراتی نوشته است که بخشی شما ترجمه کردم و در این کتاب از آتن تا هیروشیما آوردم. باری از کوری میگذاریم، توجه جمع شد نسبت به زن، اما دارای حقوقی نبودن. در آمریکا هم بعض چنین بود و زنان رو در کارخانه ها و اینها به کار می گرفتن، ساعات کار زیاد، پول کم. هنوز هم خانم های آمریکایی شاکی هستند که حقوق زنان برای یک شغل مشابه با مردان، حقوق زنان کمتر هست. باری در سال 1857 اعتصابی شد، بله، در کارخانه نساجی در نیویورک به خاطر ساعات طولانی، شرایط بد محیط کار و دستمزد کم و گماردن کودکان به کار که بسیار بد بود و در واقع سرکوب کردم این داستان رو. در سال 1907 کارکنان کارخانه نساجی نیویورک 50مین سال را در واقع مجدداً به اعتراض خیابانی گذراندن و باز دوباره داستان سرکوب و اینها پیش آمد. در سال 1908 حزب سوسیالیست کارگران آمریکا، اینها آمدند و در واقع حرکتی بزرگ به وجود آوردند و کلارا زیتکن یک سوسیالیست آلمانی است، اینها آمدند و در واقع این روز 8 مارس رو روز جهانی زن نامیدند. ابتدا نامش بود روز جهانی زنان کارگر، بعد نامش رو تغییر دادن و شد روز بین المللی زنان و هر سال جشن گرفته می شود. البته ما مسلمانان عزیز به این کارا کاری نداریم، ما دستوراتمان از آسمان آمده و کار خودمون رو میکنیم، چی کار داریم به این کارا؟ به خصوص ما شیعیان، هر شود که سرمون بند صیغه است و این حرفا، حقوق و مقوق و این حرفا نمیفهمیم آقا داداش. این غربی ها همه چیزشون خرابه، این یکی هم مثل بقیهش. چه معنی داره حقوق زن؟ زن چه حقی داره؟ زن ها خیلی عقبی دوستان. باری این روز روز خیلی خیلی مهمی است. در شهر ما هم اینجا دالاس دیروز یک جلسه برگزار شد که تعداد بسیاری از هموطنان در اونجا حضور پیدا کردن. در این جلسه که دیروز برقرار شد در شهر دالاس. از این که بگذریم، میخوام خدمت شما عرض کنم که این سید محمد خاتمی هم
یک کرکتری است برای ما. این آقا در واقع من آدم مثل این ندیدم، مثل این سید محمد خاتمی. و عجیب این است که یک علاقه مردم به این دارن و یک امیدی. آقا ما وقتی میخواییم که یک جنرال بفرستیم برای ما جنگ بکنه، مقصود ما از فرستادن جنرال به میدان جنگ اینه که جنگ رو ببره. اگر جنگ رو نبود جنرال نیست. حالا آدم خیلی خوب است این جنرال، جلو سربازاش میسته، همون غذای رو میخوره که سربازاش میخوره. شما نمیدونید دائم لبخند از لب این جدا نمیشه، چنین و چنانه. اینا یک جای ارزش نداره، جنرال رو میفرستن جنگ رو ببره. این آقای خندان بیرکترین آدمی است که من در تاریخ سراغ دارم. شاه سلطان حسین پیش این غیرتمنده. من این مطلب رو با اطلاع به این که علاقمندان داره این آدم هنوز عرض میکنم. این خیانت بزرگ به امید ملت کرد. 22 میلیون رای داشت، 22 میلیون رای آمده بود به مردم، قول دموکراسی داد، آزادی. یک تعدادی آدم هم انتخاب کرده بود که مثلا هیئت کابینش باشند و اینها. بعد علنا در کمال وقاحت بعد از اینکه دو توسری که از علی آقا خورد، از فارس مسلمانان جهان، آمد حرفش رو عوض کرد. این آدم داره ارزش نیست. ممکنه آدم خوبی باشه برای آبگوشت خوردن، جوک گفتن. این پیداست جوک هم زیاد بلده، چون همش خندانه. چه چیز خنده داری در ایران هست؟ اگر که من جای این بودم خودم کشته بودم. ولی رگش که نیست که، غیرتی نیست که. این آقا رئیس جمهور که شد، قطعه زنجیری در روزگار این شد. کوچکترین حرکتی، کوچکترین آقا احساسی، یه ذره احساسات. یه کسی میگفت یه دوستی دارم، آقا نه اهل سینما بود، نه اهل موزیک بود، نه اهل تفریح بود، نه اهل هیچی. ما فکر کردیم اصلا احساسات نداره. گفت یه جوالدوزی برداشتم یه روز تو خیابون فرو کردم از پشت به باسنی. گفت آخ، گفتم بهت امیدوار شدم، فکر کردم جوال دوزرم حس نمی کنی. همینقدر که رگ داری و اینقدر که حس داری باعث دلخوشی من شدی. فروهرها رو تکه تکه کردن، خود من دیدم. آمده رفته دیده جسدها رو دیده، برگشته میگه کشتن اینا که ضرورت نداشت. معنیش این است که یه عده هستن که کشتنشون ضرورت داره، اینا چون پیر بودن خودشون میمردن. اون لاجوردی فاشیست جنایتکار که نظیرش کم بوده رو به درک که واصل کردن، آمد گفت سردار بزرگ اسلام ده. اون حجاریانی که زدن به اون وجه که هنوزم فلجه، این هیچ احساسی، هیچ از این بر نخواست. و اون داستان رای ندهید و کله سحر خودش دویده رفته رای داده. در واقع مردم آماده تغییر بودن، مردم دارای انرژی مثبت بودن، پشت سر این ایستاده بودن. این بی ارزه، نه که من این رو عرض کنم، کتاب هایی که در این باب نوشته شده نگاه کنید که دیگران نوشتن، میزان بیرگی و بیارزگی این آقا رو، این چرا نه، این چرا من تعجب میکنم که این روی زمین برای چی داره زندگی میکنه. پریروز عروسی بوده، عروسی دختر اون آقای موسوی که در زندانه، این آقا رو هم دعوت کرد. به محض یه کله گندش از حیاتش کرده بیرون، زدن تو سرش و تپوندنش تو هم خرده. برو برو تو گام کن مردی که حالا عروسی هم میخوای بگی. رفته نشسته در بسته. شما هم بگید چیکار کرده؟ من نتوانستم برم، اینجا نشستم با این گردن کلفتم. اما دلم پیش اون عروسی است که پدرش زندانی است. ماشاءالله به این آدم سیاسی.
آقا هر کسی که نمیتواند که لیدر باشه، قربونتون برم، شما دل به کی بستین؟ آدم بی پرنسیپ که نمیتونه سیر لیدر باشه، رهبر باشه که. آدمی که وارد صحنه مبارزات ملی، مبارزات برای کرامت و شرافت ایرانی یا انسان به طور عمومی می شود، که از توسری نمی ترسه، که مردم ایستاده بودند. یک آمریکایی دیدم نوشته بود این آدم 35 سال رئیس دسک ایران بوده در CIA، گفت ناگهان سید محمد خاتمی یزدی یک انقلاب در دست خودش دید، اما نداشت اون چیزی که باید، نداشت اون عرضه و لیاقت رو نداشت که بتواند حقوق مردم رو استیفا بکنند. آخونده هم خودشون رو قرص کردن، سپاه پاسداران خودشون رو قرص کردن، نیروهاشون رو آماده کردن برای سرکوب ملت که بعد از این چیزی پیش اومد سرکوب بکنن، و کردن. اما یه آدم فرصت داشت، ولی اونی که باید نداشت، گفت رای ندین، کله سهر دیدن، اولی کسی که داره رای میده اینه. این چه آدمیه؟ یک شاهی نمیارزه این. شاه سلطان حسین، این فقط با شاه سلطان حسین قابل مقایسه است. اون اشرف و اون محمود قرجایی آمدن و اصفهان رو گرفتن. حالا جمعیت اصفهان شاید 80% مردن از گرسنگی تو بوچه ها. 400 تا زنم داشته، رسیدن زناش قسمت کرد، 4 تا براش گذاشتن، گفتن نه 4 تا هم زیاده، زناش هم گرفتن. حالا شب توی همین کاخ صفویان در اصفهان نشسته بودن سر سفره، اشرف این سو نشسته، محمود هم اون طرف، این شاه معزولی که زنانش رو تقسیم کردن هم نشسته، دارن شام میارن. یه مرتبه برگشته گفته اشرف سلطان، اشرف سلطان، اگه به آقای خاتمی نزدیک هستین، با شوخی دارین، بگید که یک آدمی از آمریکا این رو در حق شما گفت. گفت اشرف سلطان، اشرف سلطان. حالا این شاهنشاه ایرانه مثلا، این مرد خرافاتی بی غیرت، اشرف سلطان، اشرف سلطان. گفت چیه؟ گفت اگر گفتی چه بویی میاد؟ گفت من چه میدانم چه بویی میاد، چه بویی میاد؟ گفت بوی عنبر اشهب، عنبر اشهب. گفت عجب، ما آمدیم این مملکت رو گرفتیم، به فردامون مطمئن نیستیم، شبا از ترس خوابمون نمیبره، تو هنوز اینقدر بیغیرتی؟ بوی زنات هم که گرفتیم تقسیم کردیم، یکیشو خودم دارم، هنوز تو بوی عنبر اشهب رو تشخیص میدی؟ البته تو اصلا نمیدونست عنبر اشهب چی هست، ولی حرفش درسته. عنبر، عنبر اشهب، عنبر چیز خوشبوییست، یک اسپرم، یک نوع ویله، یک نوع نهنگ میاد روی آب جمع میکنه. اشهب هم یعنی سیاه، این با میدونم روی غذا و اینا خوشبو هم هست و انبر. گفت تو عجب آدمی هستی که هنوز بوی انبر اشهب رو میفهمی، ما آمدیم اینجا مملکت رو گرفتیم، خراب کردیم، کشتیم، تو رو از تخت زیر کشیدیم، اینجا هر روز تو سرت میزنیم، هنوز بوی عنبر اشهب رو تشخیص میدی. این سید محمد همونه، این بوی عنبر اشهب رو هنوز تشخیص میده، هر کاریش هم بکنی هیچ براش فرقی نمیده. در کمال پررویی نشسته رئیس اصلاح طلبای ایران. با درود بر شما بینندگان محترم، عرض کردم مبسی بگوییم بینندگان که محدود فقط به هموطنان نشود، به جهت اینکه ما همونطور که عرض کردم در عراق برادران کرد رو داریم، در افغانستان برادران افغان،
و در تاجیکستان. بنابراین شاکی شدن که شما مرتب با هموطن همانتران را خطاب میکنید. این است که میگویم بینندگان. در این فاصله یک بانوی هموطن زنگ زدن که مدتی نیست در آمریکا هستند و شاهد فراز و فرودهای حوادث سیاسی در ایران بودند، به ویژه وضعیت آقای خاتمی و اینکه تا چه میزان مردم به او دل بسته بودند. سخنان بسیار پخته و جالبی بود. ازشون خواهش کردم روی خط بمونند و با هموطنان صحبت کنند. خانم درود بر شما. بسیار بسیار دوست دارم که بگم چقدر لذت بردیم همیشه ما تو این سالا از برنامه های شما، از صحبتاتون و از تمام این اطلاعات و در واقع تاریخی که برای ما برای نسل بعد از انقلاب به خصوص تعریف میکنیم. خیلی عالی. خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم. ممنونم از شما. خب شما در ایران کار فرهنگی میکردید؟ بله استاد، من دانشجوی در واقع اولین دوره آقای خاتمی بودم. دقیقا در همون بحبوحه هیجاناتی که مردم داشتن و امیدی که داشتن و فعالیت هایی که میکردن و من در واقع صحنه به صحنه خودم لمس کردم و دیدم و فکر میکنم که الان در واقع یه سند خوبی هم، نه فقط من، تمام دانشجوهای اون دوره که واقعا تو صحنه اومده بودن و امید، من میتونم فقط این لغت رو بگم که امید پررنگ بود بین مردم به خصوص جوان ها. به این دلیل که خب ما قبل از اون تو دوران مدرسه دبیرستان با فضای فرهنگی و سیاسی مملکتمون استکان پیدا کرده بودیم، دچار مشکل شده بودیم. میفهمیدیم که ما دوست نداریم این جبه ها رو دوری که بهمون میگن یا در واقع اجبار میکنن برای عقیده خاصی، فرهنگ خاصی، اینه که اون بیزمینه رو داشتیم و حالا به اضافه اینکه بزرگترها به هر حال از دوره قبل از انقلاب گفته بودن، به هر حال هر جوانی مخصوصا تو اون سن خیلی کنجکاوه، چرا داره و سعی میکنه که پیدا بکنه که کدوم بهتره، کدوم را بهتر. اینه که بله ما دوره خاتمی دانشجو بودیم و رفتیم به میدون و سفر شبایی که در واقع خاتمی رو از در خونش ممانعت کردن که برای عروسی بره، واقعا انگار که روی این زخم ما یک محلول بسیار سوزاوری ریختن و دوباره یاد تمام اون دردا و اون بدبختی افتاد. و یا اینکه پاسپورت آقای خاتمی رو شما خیلی قشنگ بهش صحبت میکردید قبل از اینکه من بیام بخرم در مورد سرباز جنرالی که بعد برای جنگ بره، پاسپورت این آقا رو آقای خاتمی رو گرفتن و ایشون به عنوان یک رئیس جمهور از فقر در این مملکت ممنون خروجه و جایی میره تو هر کی میزنه که بهش دستور داده میشه دیکته میشه. من این چیزی برای ما خیلی عجیبه، این خیلی قابل انتقاد به آقای خاتمی. ای کاش صدای من نفس من آقای خاتمی بشنوند، ای کاش امروز دیگه تو همون خلوت خونهشون گوش به صدای ما بدن که این فاجعه است. آقای خاتمی شما بهترین جمله‌ای که من میتونم بگم اینه که شما قاتل قتل کردید، قاتل امید 22 میلیون ایرانی. بله این بهترین جمله است که من میتونم در مورد آقای خاتمی بگم. با چه امیدی مردم اومدن که خودشون رو از اون مخمصه نجات بدن و آقای خاتمی به قول شما فقط لبخند به لبش داشت و مماشات کرد و کوتاه اومد با اون داستان. و من اجازه من بدید این مسئله رو بگم. آقای خاتمی همیشه در واقع محافلی که ایجاد می شد شهرهای مختلف می که مردم خانه بودن، وقتی که مردم تشویقش می کردن و توت و کف و بورا می زدن می گفت مردم به دنبال قهرمان نباشید. یعنی روی من فردا فرار کردم ناراحت نشین.
من اهل فرارم. شنیدم در یک جلسه هم شلوغ شده، اول کسی که در رفته این بابا بوده. اینطوره؟ بله. بله. شما که ببینید مردم خودشون در اون مقصد خواستن که بهترین راه و آسان‌ترین راه، یعنی کم‌صدمه‌ترین راه رو انتخاب کنن، قهرمان فضای سیاسی مملکتشون بشن، ولی به نمایندگی از خودشون یه نفر رو بفرستن رو صحنه که حقشون رو بگیره و به جای اونها حرف بزنن. آقای خاتمی چه کردن؟ کلا گفت به ما قهرمان نباشه. پس به دنبال چی باشی؟ خب اگر قرار بود دنبال قهرمان نباشی، پس چرا شما رفتی بالا مقصد ریاست جمهوری رو گرفتی؟ 8 سال آقای خاتمی شما به عنوان یک مسکن قوی برای ساختار سیاسی اون مملکت و برای حاکمیت نقش بازی کردید. آگاهانه یا ناآگاه، من اجازه رو من بدید دوستو مشکل، من اینو واضح بگم، صادقانه بگم، من به ایشون احترام میذارم. به قول شما اون بحث فردی ایشونه، در بحث سیاسی و اجتماعی که ما نباید بیان بگیم که خصوصیات و وجنات و صفات این آدم از لحاظ فردی چیه، خب پس این آدم خوبه به لحاظ اجتماعی. نه، اینطور نیست. یک آدم به فردیت خودش کاملا متفاوت میتونه باشه با همون ویژگی ها در درون اجتماع، یعنی دو تا کارکرد متفاوت اون آدم داشته باشه. این حتی من نیست، این حتی علوم علم زمانشناسی جامعه شناسیه. و متاسفانه آقای خاتمی یک چنین داستانی رو مرتکب شدن، یک چنین خطای تاریخی رو داشت. آقای خاتمی عزیز، کاش بشنوند که در سر بزنگاه مهمترین بزنگاه تاریخی بعد از انقلاب، ایشون بسیار بسیار رول بدی بازی کردن. نمیدونم آگاهانه یا ناآگاهانه، بعضی وقتا واقعا آدم باید بگه که شاید آگاهانه بوده، به این دلیل که یک بار ایشون در آخرین روزهای ریاست جمهوریشون در دانشگاه تهران حضور پیدا کردن و دانشجوها اونجا خیلی عصبانی بودن و بهش همداد میزدن، بهش چه بد میگفتن، بعد بهش میگفتن دروغ گفتن. و ایشون برگشت یه پوزخند به مردم زد به دانشجو و گفت خب حالا دولتهای بعدیتون هم میگه. یعنی چه دولتهای بعدی رو میگه؟ شما خبر دارین؟ یعنی شما خبر داریم که بعد از شما قرار است یک دولت فاجعه ای به سر کار بیاد که مردم بگن باز خاتمی چقدر خوب بود. بله. چرا شما باید بگی که دولت های بعدیتون هم میبینیم؟ اصلا این همین جمله رو هم به فیلمش هست، مردم اگر بخوان برن تو یوتیوب ببینن دولت های بعدیتون هم میبینیم، کل حرف رو این جمله خوابیده یا نمیترده میکنن. اگر هم ناآگاهانه بوده، دوباره ما میریم سر شخص دیگه این داستانه در واقع بدکردار جامعه ایران. این که متاسفانه استاد عزیز اجازه بدین که من یه جسارتی خرج کنم و یه مقداری صادقانه تر و واضح‌تر صحبت کنم. ما مردم باید اشکالات و نقایصمون رو بفهمیم، بدونیم و اقرارش بکنیم. اولین مرحله اصلاح اقرار به نفس، اقرار به اشتباه. مگه میشه که شما از بل متوجه نشین که کجای کار شما اشتباه و بعد برید به دنبال اینکه بخواید خودتون رو یا جماعت رو اصلاح کنید؟ مردم ما متاسفانه از تاریخ درس نمیگیرن. شما اصلا کل تاریخ مملکت ایران رو بزنید بیرون، همین 100 سال اخیر رو نگاه بکنید، چقدر میباید این تاریخ تکرار بشه؟ چند بار میباید شعبون دیموخا بازیگران اصلی میدان سیاسی مملکت باشن؟ چرا باید مردم ما بارها و بارها دست به یک آزمونی بزنن که بارها آزمایش شده و به خطا رسیده؟ آخه این واقعا به نظر شما چه تعریفی داره؟ مردم ما میان امید میبندن دوباره به نخبگان جامعه، روشنفکرین جامعه، فعالین سیاسی جامعه. شما به یه فعالین سیاسی ما نگاه کنید، یه روشنفکر ما، یه فعالین حقوق بشر رو نگاه کنید، خانم شیرین عبادی، جعفر پناهی، خانم نرگس محمدی نازنین که امروز در زندان در بدترین شرایط بود، همش خیلی هاشون آمدن در بحث توافقنامه اتمی بین ایران و آمریکا، آمدن
اومدن بیانیه بدن که آقا امضا کنید، بله بعد این از اپارتمان اتفاق بود. سوال اینه آقای روشنفکر، آقای تحصیل کرده فعال حقوق بشر، شما زمانی میتونی از توافقنامه و تایید اون حرف بزنی که تکلیف با تمام جنایتی که در حق ملت ایران و در حق خود شما به وجود اومده اول روشن بشه و بعد تو بری سراغ این که تایید بکنی یا تایید نکنی. و حالا از البته باید تایید نکنی به خاطر که در واقع مشخص دستار مشخص و معلوم و علمی و عقل و غلایی نداره. و شما ببینید که دوباره اینا میان میگن که تایید کنید، امضا کنید. خب واقعا الان اعتراض ما باید چی باشه؟ مگر غیر از اینه که ما باید ما خود مردم باید بپذیریم اشکال قسمت بزرگی از این خطا مقصرش ما این. من واقعا استاد ای کاش میشد که ما یه جوری، من نسل من که در دوره خاتمی دچار نازمایش شدیم به یاد بریم. ببینید ما واقعا تعداد خیلی زیادی از جوان ها، ببینید سند من هم 150,000 ایرانی بالاخص جوان هایی هستن که از مملکت بعد از دوره خاتمی دارن میرن بیرون، بعدش هم میرفتن ولی به تعداد به مراتب تعداد کمتری، ولی بعد از دوره خاتمی سالیانه دارن گروه از جوان ها از اون مملکت میرن. اونایی که هستن یا مریضن، افسردن، یا ترک شدن، یا تو همین فلاکتی که باره های باره ها همه دارن بستشون میگن گرفتاش. واقعا فاجعه استاد، اجازه بدین از این تریبون شما یه مقداری هم دوباره درد دل بشه که جوان ما امروز ایرانی جماعت آواره شده تو دور دنیا، لبش رو دوخته، با بدترین شرایط داره زندگی میکنه ولی نمیره تو مملکت، فرار کرده. چرا؟ چون از نظر من جدایی کردن، گوشه خیابون خوابیدن، لب و دوختن شرف داره به این که کسی بخواد تو سرت بزنه، دور رو بهت بگه و آدم مجبور باشه شرافتشو و خودشو بپوشه. آقای خاتمی عزیز، شما چجوری ممکنه به قول استاد شما برمونی که چجوری ازم شما زنده ای؟ چجوری میتونی زندگی کنی؟ اگر میدونی این مردم دیروزن دوست دست زدن برای گوه چکیدن وقتی اسمت رو از زبان آقای رئیس جمهور شنیدن، خوشحال نشو آقای خاتمی. مردم میخوان انتخاب مردم این نیست که شما در واقع ایدئال ما مردم باشید، نه، مردم میخوان بگن که اونایی که شما رو کردن تو خونه رو جواب بدن. مردم میخوان بگن که در واقع دهنکجی با خورا کشیدن به اسم شما، دهنکجی به اون آدمی بکنن که به اون حکومتی بکنن که شما رو گرفته گرده تو خونه. اگر فکر نکنید که مردم به شما خوش آمد، ما معترض این آقای خودم، شما در تاریخ خطا کردید، به حق ملت ایران خیانت کردید، کوتاهی کردید، آدم سیاسی نبودید. بله آدم شیکه مدرن خودش که در سنف خودتون، در سنف روحانیت اصول فلان زده ملایم خوبه بودید، قابل احترام هم بود بکنه به فرد. نه هیچی کم نداره. ببینید انگشتر عقیقاش هست، تسبیحش هست، عینکش هست، مرتبا با این انگشت میانیش فشار میده به این میانه عینکش کجا رو میخواد ببینه. میگم شما یه مطلبی گفتید به من و اون این که زمانی که این آقا رئیس جمهور شده بود و سخنرانی میکرد مردم از شوق میگریستن. این داستانش رو تکرار کنید هموطنان بشن. باید جواب رو باشن. من به چشم خودم، من تجربه کردم، همه یه جوان آدم سوری اومد، همه یه مردم در اون مقصد تجربه کردم دیگر که این آقا وقتی که سخنرانی داشت، من تلویزیون حالا از هر چه اون زمان ها خود اینترنت به این صورت نبود و رسانه های اینجور نبود، شبکه های اجتماعی هر گفت درده نبود، با تلویزیون میدیدون دلنه که سانسورش هم دادم یکی از تلویزیون ولی بازم وقتی این آدم حرف میزد ملت جوان ها ماها گریه رو میگرفت، میشستیم به ذوق امید به فردا که داره همه چیز درست میشه گریه میکرده. من فراموش نمی کنم هیچ کس، فراموش ای داده بیداد. و قتل ها و در باب قتل های زنجیری هم که اتفاق افتاد در موضوع فروهر، در موضوع حجار، این هیچ عکس العمل
مسئولانه این از خودش نشون نداد. این داستان چیه؟ این چی میخواد بگه؟ اعتراضی نکرد. این آقا نه تنها ترسو هست، دروغگو هم هست. این آقا به وضوح آمد و به مردم قول دموکراسی و آزادی داد و خیلی مسائل دیگر. بعد از چند روز از ریاست جمهوریش این آمد با این گردن کلفت و با این قیافه که میشناسید، اون لبخند، و گفت من نگفتم دموکراسی، گفتم دموکراسی اسلامی. شما که از قربانیان این رژیم بوده اید، مثل همه جوانانی که در اون دوره امید به این بسته بودن، بعد از اینکه شما دیدید که این دروغگوست، این انعکاسش بین جوانان واقعا چی بود؟ ببینید، انعکاس خدمتتون عرض کردم، اون روز دانشگاه در واقع دانشگاه نشون دادن که خیلی ناراحتن، مردم ناراحت بودن، عصبانی بودن، ناامید شده بودن. ولی صادقانه استاد عزیز، آقای خاتمی به این لحاظ که در واقع آدم خشن و متحجری نیست و آدم در واقع به روزی، درسته که آدم سیاسی نیست، آدم در واقع سیاست مداری نیست و قدی نیست، ولی در واقع مردم از اون نفرت ندارن. این صادقان است، مردم نفرت ندارن ولی خیلی ناراحت و نامیدن. و تاریخ از آقای خاتمی واقعا با انتقاد عمیق و شدید نوشته شده و همیشه آقای خاتمی با این عنوان ها در واقع به یاد مردم و جامعه خواهد بود. بله. و در واقع من میخوام اینو به شما بگم، قطعاً بین آقای خاتمی و آقای خامنه‌ای یا افضالخان بین مردم فرق وجود داره. یعنی مردم اون احساسی که به خاتمی دارن تا با مثلا آقایون دیگه‌ای دارن در جناح مقابل قطعاً فرق میکنه، متوجه هستین؟ ولی این دلیل برای نمیشه که ناراحت نیستن. به شدت ما از آقای خاتمی ناراحتی
به لحاظ احساسی اون نفرت احساسی رو ایجاد نمیکنه اگر ناآگاه باشه. در واقع ما فقط میتونیم بپذیریم که ایشون اون شعور یا اون شهامت بازی سیاسی در ایران رو نداشته. متوجه هستیم؟ من اینو داشتم خدمتتون عرض کردم، در زمانی که آقای خاتمی سکوت کرد رسیدیم به انتخابات 88. انتخابات 88 این مردم بیچاره ریختن تو خیارون، بازم به دست پا زدن، بازم به تلاش کردن. در واقع وقتی دیدن که آقای موسوی رو گرفتن و بازم اون آقای موسوی که حقش رو بر نگردون و کنار نیمد با اونها و رفت در زندان خانگی، مردم اومدن رو خیابون و رفتن مردم رو گرفتن بردن کهریزد. در کهریزد اتفاقهای خیلی بدی افتاد، یعنی کشتن و تجاوز کردن و خیلی شکنجه های بدجوری مردم رو در واقع تحقیق کردن. و بعد از اون خاتمی حرکتی نکرد تا اون آخرا گفتید که در این کهریزد رو ببندی. اما نمیتونم، یعنی آقای خاتمی این جنم و این اصلا این قدرت تشخیص رو داشت که باید در همون لحظه اول جلوی این داستان رو میگرفت، به مردم میگفت وایسید بچه ها تو من توی زندان گیرید و خودش هم هر چیزی در توان داشت میگفت. خب حالا یه دانکه میگه بابا آقای خاتمی آدم این کار نبود، آدم مصالحه صحبت کردن بود، به قول معروف با مصالحه و آرامش صحبت کردن بود، آدم این داستانا نبود، آدم نبود که هزینه های این چنینی بده. خب آقای خاتمی یا ما شما اگر یه چنین آدمی نبودیم، اگر که تشخیص ندارین که رفتین وارد جنگل شدین طرف حساب شما یه مش حیوان درنده، وارد میدون جنگ شدین که با قوی ترین دندان تیز ترین امکانات اومدن که ما رو از پا در بیارن، چرا افتادی جلو؟ چرا نرفتی همون زمانی که داری به جمهور بودی بری پناهنده بشی، به دنیا پناهنده بشی، اعلام کنی به دنیا؟ بهترین کاری که میشد در اون مقطع کرد، بگی آقا مردم دنیا، ملت ایران نخواستن جنگ کنن، نخواستن بیشتر از این تشنج به وجود بیارن، ما نیاز به کمک شما داریم که ما را از دست این وحش نجات بدیم. مردم ما در واقع نمیخوان این سیستم سیاسی رو و اعتبار سیاسی این قدرت ازشون بگیرید. همون که دنیا میفهمیدن که مردم اینا رو نمیخوان کافی بود رئیس جمهور مملکت وقتی پناهنده بشه کافی بود. خب امروز تابا نتیجه مماشات بسیار نادانانه شما این میشه که شما رو رئیس جمهور از بقیه مملکت رو میدازن تو خونه، کاندید رئیس جمهوری رو پنج سال میکنش تو زندان، مردم رو شکنجه میدن، زندان میکنن، فعال حقوق بشرمون داره شکنجه میشه تو زندان، عمرو بزن فنا رفته، یه مش آدمایی که نمیباید قلم به دست باشن و پشت میز باشن دارن حکومت میکنن به مردم. بعد از این مماشاتی که آقای خاتمی در واقع خرج کرد در جهت فضای سیاسی ایران، انتخابات بعدی یعنی احمدی نژاد اومد رو خواست که در اون 8 سال 88 سال این مملکت رو دوباره برد به عقب. فشار اقتصادی بود که تمام اینا خودش رو سال از خود اینا این فشارهایی که اومد و این تبعاتی که در واقع دوره احمدی نژاد داشت، هر کدامش یک پرونده عظیم به هم کارشناسا و سیاستمدارا با همه صحبت کردن، ولی از نگاه جوانای نسل من انتقاداتی بهش وارده که شاید جدید باشه نو باشه که حالا تو برنامه های بعدی شده بشه. من میگم که یه چیزی به فکر من رسید، البته من فکر نمی کنم خاتمی هرگز اون جگر رو داشته باشه، بخواد عرضه پناهنده شدن هم نداره. اما اینکه پاسپورتشو گرفتن گفتن نکنن این سید محمد نصف شب خودشو بذاره تو ترکیه یه جایی یه حرفی بزنه یه چیزی، نمیدونم چه دلیلی داشت که پاسپورت رئیس جمهور مملکت و پاسپورتشو بگیرن. بله این دلیل که آقای خاتمی به اروپا و آمریکا سفر میکرد، در ایتالیا چندین تا سمینار حضور داشت که رفت اونجا این اواخر قبل از اینکه پاسپورتش بگیرن و اونجا در واقع ادامه همون تئوری گفتگوی تمدن‌ها رو ادامه میداد و در واقع ترویج میکرد تو اروپا برای مردم صحبت میکرد. این
میبایستی اسمش میبود گفتگوی توحش با تمدنها. بله، چون این ملایان و این آخوندها یک مش آدم های وحشی هستن. یعنی توحشی که اینها در رفتار با مردم ایران خودشون نشون دادن بی نظیر بوده. اینا یه مش جانوران وحشی هستن. چه تمدنها، کدام تمدن داریم ما که حالا بخوایم با تمدنهای دیگر. بفرمایید، ببخشید. ببینید مردم ما رو بشت روشن فکر رو تحصیل کرده و فعالی به حقوق بشر سیاسی اول میدونن ما هر قدمی در واقع اولین قدم برای اینکه شما یک مسیر رو انتخاب بکنید و خودتون رو تشخیص بکنید تشخیص اون فضا و اون جبهه ها داره. تشخیص اینه که دشمن شما که چیه چقدر امکانات داره و حتی کارش متوجه هستید؟ بله. اجازه بدید راجب این انتخابات، شما در ایران بودید در این دوره ها، این انتخابات آخوند یزدی رو عزل کرده و مصباح یزدی و حداد عادل، شنیدم این حداد قابل مدرسه هم داره و فاشیست تربیت میکنه، شما چیزی شنیدین در این با؟ بله بله بفرمایید. Thank you.
خیلی از مناطق ایران حتی یک مدرسه که بشه توش بشین دانش آموز بشینه و درس بخونه ندن. ایشون وقتی که در مورد مدرسه ایشون من یه وقت شما وارد مدرسه ایشون که چین یک جنگل اول میبینید، نه به اون بزرگی جنگل، مقصود من به نسبت محیط تهران و مدارس ایران اینه که شما با یک بلوغستانی روبرو میشید، درخت های بلند بسیار زیبا، سرسبز، قشنگ، حیات بسیار قشنگ و تمام دانش آموزایی هم که اونجا در واقع ثبت نام میکنن همه محجبه به شکل چادری، یعنی بچه های دبیرستان خیلی، حتی من دیدم با نگاه. معذرت میخوام، مالکیت ملک اونجا از کی؟ در دست کیست؟ خب یعنی مال خودش و همسرشه. مال خودش و همسرش، بسیار خوب. بله، شاید مال خودش به نام من نمیدونم، من واقعا نمیدونم که سند به نام خودشه یا همسر، ولی مطمئنم که به نام خودشونه در هر صورت. حضور شما که این مدرسه بسیار مدرسه گرونی و دانش آموز میگیرن، متوجه هستین؟ دانش آموز خودشون گزینش میکنن و در واقع قبول میکنن که چه این دانش آموز باید چجوری باشه، اینجا بهش اعتقادات بهش از چه کی باشه بشناسن. خلاصه خیلی خانم گرامی، وقت ما داره تموم میشه. بله، شنیدم روزای پنجشنبه است، یه روزی از روز دعای ندبه است. این داستانش چیه؟ دانش آموزا رو میارن چیکار میکنن اونجا؟ بله استاد، این داستانش خیلی مفصله. در مورد سیستم آموزش و پرورش در ایران شما خیلی حرف و حکایت وجود داره. نه، همین ندبه رو اشاره بکنید چون وقت ما داره تمام میشه. بله بله، پنجشنبه صبح در بعضی از مدارس که میخوان خیلی خوش خدمتی بکنن، اینا دو مراسم دعا برگزار میکنن و مثلا به دانش آموزا میگن یک ساعت دو ساعت صبح حاضر بشید اونجا و دعا میکنن و خانم دبیر الهیاتشون روزه میخونه و در واقع دعا رو میخونن و این دانش آموزای بیچاره و این سن هق هق به گریه کردن. باید گریه کنن چون روز ندبه است دیگه، باید گریه کنن. آها، گریه کنن. حالا هر کی گریه بیشتر داشته باشه و چه غریب‌تر وارد این داستان گریه زاری روزه خوانی بشه، اون دانش آموز بهتری خیلی خیلی ممنونم از شما، بسیار سپاسگزارم از شما، وقت ما تمام شد. خیلی خیلی ممنونم که تشریف آوردید صحبت کردید. ممنونم، خدا نگهدار. دوستان گرامی، دعای ندبه روز پنجشنبه خودتون رو برای گریه آماده کنید. بعد شنیدید چی گفتن؟ واقعا کمدیه، من کمدی تراژدیه این داستانی من کردم. وقت ما در اینجا به پایان رسید و امیدوارم که اوضاع احوال ما از این بهتر بشود. هموطنان، دوستان، از سپهر گرامی سپاسگزارم که برنامه رو هدایت فنی کردن، از شما که تنها داراییتان را یعنی وقتتان داشتید و به حرفای ما گوش دادید. برم بانوی محترم هم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.